خب اجازه بده قبلش یکم راجع به خودم بگم، من کیم چیم و به اصطلاح قراره چیکار بکنم. من کیوان هستم، شیر محمدی، 34 سالمه. عرضم به حضورتون که مجرد هستم، مدت زیادیه که خارج از ایران زندگی میکنم، ساکن هامبورگ آلمان هستم. و در مورد مدرک تحصیلی من بگم خدمتتون که مهندس نفت هستم و این مدرک رو از ایران گرفتم تو مقطع کارشناسی یا لیسانس و همچنین توی مقطع فوق لیسانس MBA یا Master of Business and Administration یعنی مدیریت بازرگانی، این رو تو مقطع فوق لیسانس یکی از دانشگاه‌های اروپایی گرفتم به زبان انگلیسی. هم به زبان انگلیسی مسلط هستم هم به زبان آلمانی. خب اینا در مورد به اصطلاح مدرک تحصیلیم بود. در مورد کارم هم خب خیلی کارا کردم، ولی در حال حاضر جایی که مشغول هستم یکی از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل هامبورگه که مسئولیت به اصطلاح اتوبوس و بان و همه اینا رو بر عهده داره. آلمانیش میشه اوفندلیشه فکیزنت و اینجا به عنوان لهره هستم، یعنی به عنوان معلم، معلمی که برای سوالات گواهینامه کلاس D. ببینید ما چندین نوع تایپ گواهینامه داریم، کلاس B، C، D و به این صورت میره جلو کلاس A و هر کدوم از اینها خب امتحانات تئوری خاص خودشون داره و من مدرس این به اصطلاح قسمت امتحانات تئوریش هستم. عرضم به حضورتون که کلاس D کلاسیه که شما برای مثلا موقعی که میخواید یه اتوبوسی برونید، شما برای روندن این اتوبوس به این گواهینامه احتیاج دارید که بهش میگن کونیش فوقشن، یعنی گواهینامه پادشاه، چون رتبهش و درجه از همه گواهینامه بالاتره و هر کسی که این گواهینامه رو بگیره یعنی دیگه شاخ و غول شکونده دیگه به اصطلاح. و با خودم فکر کردم خب من که دارم این سوالات گواهینامه رو به همکارای آلمانی کلاس D رو آموزش میدم، چرا کلاس B رو برای دوستان ایرانیم این کار رو نکنم؟ خب به این فکر افتادم که مشغول بشیم برای تدریس سوالات گواهینامه کلاس B به زبان فارسی با جدیدترین اپ فارشوله که آپدیتش به روزترین اپ برای سال 2021 و هر سال این اپ به روز آپدیت میشه. و یه خبر خوش برای شما، این اپ به صورت کاملا مفتی توی اپل استور، توی اپ استورتون، توی برای گوشی‌های آیفون و گوشی اندروید به راحتی میتونید این اپ رو دانلود کنید و ازش استفاده بکنید. ما این اپ رو داریم، این امکان رو داریم، اپ همون خود فارشوله هم هستش و
و تمامی سوالات رو هر ساله به روز توش داره. یعنی الان سال 2021 هستیم، تمام سوالات آپدیت توشه، میشیم سال 2022 دوباره آپدیت توشه و شما نیاز نیست بگردید آقا سوالای جدید سال دیگه مثلا کجا و پیدا کنید، همین اپه همیشه آپدیت میشه و همه این سوالا توش هستش. نکته ای که هست اینه که همه اون سوالایی که تو گواهینامه ممکنه بیاد تو این اپه هست. یعنی یه موقعی نمیشینید سر جلسه یه دفعه بگید آه این سوال من اصلا نداشتم، اصلا این فرمت سوال رو ندیدم، اصلا این خبرانی هر چی سوال هست تو این اپه هست و به اصطلاح اوباقشین ندارید. یعنی یه حالتی که تعجب کنه آقا این سوال کجا بود و اینا، اینجوری نیست، همه سوالات تو اپ هست و همه رو میبینید کار میکنید. نکته دیگه که هست مثلا اگر توی اپ سوال ها و جواباش به صورت ABC هست، توی امتحان این جواب ها جابجا میشه. مثلا ممکنه جواب مثلا اون سوال همون شکلی، سوال همون جوریه، جواب همون جوریه، ولی مثلا ممکنه به جای اینکه توی اپ مثلا گزینه B بود اونجا دیگه گزینه C شده باشه، گزینه A، مثلا یه جابجایی فقط داره همین. و یعنی لغات همونه، جمله بندی همونه و به قول معروف هیچ چیزش تغییر نمیکنه. به خاطر همین وقتی که با من برید جلو همه رو یاد میگیرید و هدف من از این کار فقط اینه که اون خدمتی که من دارم اینجا برای شغل خودم و دوستان آلمانی، همکاران آلمانی از جمله برای کلاس D، این رو به زبان فارسی برای دوستان عزیز خودم به اصطلاح تدریس بکنم. هدف من فقط تدریس کردنه ورم شکلتون. یعنی من هدفم هیچ چیز دیگه نیست، فقط میخوام کمکتون بکنم چون این حرفه منه، شغل منه و میخوام به زبان فارسی به شما کمک کنم تا شما عزیزان همتون انشالله این شاخ قوله بشکنید دیگه، این گواهینامه کلاس B رو بگیرید. بسیار مهمه، بسیار مهمه. این عرض من بود که خواستم بدونید توی ویدیوی اول و دیگه توی بقیه ویدیو ما فقط سوالها رو با هم دیگه میریم جلو. برای همتون آرزو میکنم که این گواهینامه رو بعد از حدیثای من بگیرید. یه چند تا نکته دیگه هم هست که ببینید تو امتحان شما دو تا سوال پنج امتیازی رو ببین، امتحان از یعنی باید 100 نمره بگیرید، 110 نمره داره ولی شما 100 نمرهشو بگیرید قبولید. ولی یه استثنا وجود داره، اگه دو تا سوال پنج امتیازی رو اشتباه بزنید درست 100 گرفتید ولی رد میشید، این استثنا. بس توی اپ هر سوالی که میگم پنج امتیازیه، یعنی باید ملکه ذهنتون باشه اینجوری بعد سوالای پنج امتیازی رو یاد بگیرید. متوجه شدین؟ مثلا شما حساب کن یه سوال ارزان بوده 3 امتیازی، یه سوال 4 امتیازی، یه سوال 2 امتیازی غلط میزنی میشه 9 امتیاز، باز قبولی. یا دو تا سوال 4 امتیازی رو غلط میزنی، یه 2 امتیازی غلط میزنی میشه 10 امتیاز از دست بدی 100 میشی، باز قبولی. ولی دو تا 5 امتیازی رو غلط بزنی درست 100 میشه ولی رد نمیتسوان. و سوال پنج امتیازی رو من اونجا تاکیدم میکنم تو آموزشا باید ملکه ذهنتون کنید، این نکتهش فقط دیگه. بعد یه سری چیزا هم هستش که سوالا هست، گفتم هر چیزی که شما اینجا یاد میگیرید توی اولی میخواد. الانم سخت گرفتم به جای 45 دقیقه رانندگی کردن 60 دقیقه. ببین 60 دقیقه پوستتون رو میکنه. آره دیگه، الان عرضم به حضورتون که بریم برای سراغ اپ دیگه، منم دیگه حرفم تموم شد، میریم اپ رو نشون بدیم و تو اپ دیگه صحبت میکنیم و با امید خدا دیگه میریم تا تهش که همه تون گواهینامه به دست بشیم. خب دوستای خوبم، قدم اول اینه که برای گوشی آیفون میرید توی اپ استور و برای گوشی اندروید هم میرید توی فروشگاه اپتون، من نمیدونم اسمش چی هستش، میرید داخل اونجا و از قسمت سرچ می نویسید فیورشاین، فیورشاین سرچ میکنید، اینو اینجا رول میکنید پایین، این اپ ما هستش، نوشته فیورشاین 2022. میبینید این هر ساله سالش رو تغییر میده، مثلا برای پارسال اینجا نوشته 2021، برای امسال 2022، برای سال دیگه میشه 2023. همونجوری که گفتم این اپ همیشه خودش رو به روزرسانی میکنه و آپدیت میکنه. لوگوش هم همین به اصطلاح به صورت چراغ راهنمای رانندگی هستش. من چون
قبلا این رو دانلود کردم، الان میزنه اوپن برای من، یعنی میره داخل اپ. شما باید این رو دانلود کنید و به صورت کاملا مجانی هم هستش. این اپ هم مالی فارشول است و به اصطلاح من گشتم برای شما پیدا کردم. من مطمئنم 100% با من از طریق همین اپ میریم جلو، میخونید 100% قبول میشید. حالا روی اپ کلیک کنید. خب اینجا نوشته Ausgezeichnet، یعنی چی؟ یعنی جایزه گرفته. خب حالا چی میگه؟ میگه unsere Fahrschein Apps haben mehr als 2 Millionen zufriedene Nutzer und sind mehrfach ausgezeichnet. یعنی چی؟ میگه که این اپ به اصطلاح رانندگی اینا بیشتر از 2 میلیون نفر ازش استفاده کردن، راضی بودن و چندین بار هم به عنوان رتبه 1 انتخاب شد این اپ. ببینید چه اپیه. بعد نوشته اکچوئل اون آفیسیل، نوشته آل فراگن بیلده اون ویدیو زین فون توف دکا لیسنسیت، میگه همه سوال ها و تصاویر و عکس ها از توف لیسنسیت شده، یعنی مجوزش رو گرفتن. اون ایما اوتوماتیش آف دم نویستنشتان و همیشه به روز رسانی میشه، یعنی اگر سال 2022 بشه دیگه نگران نباشه آی سوال چی شد، نمی سوال ها فلان بهمان، این اپ همیشه به روزه. متوجه این؟ ببینید چی بهتون دارم معرفی میکنم. بعد نوشته هوندت پرود زیشه بشتیه، میگه 100% مطمئن باشید قبول میشید. میت اون زقه اپ ویدن زی هوندت پرو فیت فو دی پروفون، میگه با اپ ما 100% شما فیت میشید برای امتحان. میت اون زقه اپ گیبس کین بوزن او بغاشونگن، میگه که با اپ اینها اونجا سر امتحان شوکه نمیشید که آی این سواله کجا بود، اصلا من ندیدم تو اپ فلان همچیزی وجود نه، همه سوالها تو این اپ گنجونده شده و این سوال جدیدی سر امتحان نمیگیرید شما که مثلا غافلگیر بشید که آه اصلا من این فرمت سوال ندیدم و فلان و بهمان. بعد خب الان وارد اپ شدیم، بالا نوشته پروفونگ فور 1/4/2022، یعنی امتحان قبل از تاریخ 1 آپریل 2022، که نه دیگه الان به اصطلاح 1 آپریل 2022 تموم شد دیگه. بس ما دومیه که نوشته پروفونگ آب 1/4/2022، یعنی امتحان بعد از تاریخ 1 آپریل 2022. بس ما این رو توی قسمت اول تیک میزنیم. کدومش رو میخوای امتحان بدیم؟ ما کلاس بیم دیگه، سواری. بعد با کلاس ب که شما به اصطلاح امتحان میدی، ب ای به زیبتین به زکس و نویسیش هم توش هست، یعنی حالا اون چیزهایی که وسیله نقلیه که اینها شاملش میشه با هم کلاس ب میتونید شما برونید. بعد پیکاوی 3500 کیلوگرم اب 18-17 یاقه، میگه که ماشینه سواری تا 3500 کیلو وزنشون باشه از سن 18 سالگی 17 سالگی هم میشه دوستان. دوباره وایتا. بعد اینجا اولی میگه که اگر تلفنتون مثلا اینجوری ویبره بکنه، خب درست، ما میگیم باشه دیگه خوبه. بعد اون دومیش که میگه که اگر جواب اشتباه بزن یه اکلرونگ بهتون بده، یعنی دلیلش رو بهتون بگه. خب ما به درد اون نمیخوره، من نمیزنم، حالا اگه شما دوست داشتین بزن. بعد سومی میگه که سوالات رو بلند بخونه و جواب، میگه فور لیزن فرام فرانگن و آنفورد، میگه سوال رو بخونه، حالا یه رباتیه که اونجا میخونه و جوابم میخونه. خب اینم ببینید من قبلا این اپو چک کردم، این پولیه، اگر میخواید همچین چیزی رو داشته باشید و پولش رو بدید و این اتفاق براتون میفته، من نمیخوام. بعد اون چهارمی هم که باید باشه هیچی. آخریه میگه دارک مود اکتیویرن، میگه که یعنی صفحه سیاه بشه. خب حالا مثلا هم اتاقی دارید یا جایی هستید که میخواید شب بخونید یا فلان، این صفحه نورش کم میشه که مزاحمت برای اون نفری که اونجا هست نداشته باشه. حالا ما اینجا به قول معروف نمیخوایم، اما فقط 1 و 4 رو من میزنم. براتون توضیح دادم گزینه ها چیه، خودتون ببینید کدوم ها رو میخواید. مرحله بعد، مرحله آخر، اینجا میگه تصاویر و سوالات. ببینید تو امتحان ما یه سری سوالا میگیریم که تصویریه، یعنی انیمیشن حرکت میکنه. خب میگه اون تصاویرش رو با صداش رو اینجا میتونید دانلود کنید و آفلاین هم گوش بدید. خب من به دردم نمیخوره دیگه، حالا شما اگه فکر میکنید به دردتون میخوره این کارو بکنید. احتمالا اینم پولی باشه، بذارید بزنم
Stimmt, möchten Sie alle Videos der aktuell gewählten Datenbank herunterladen? خب اینجا نوشتن چیزی راجع پول ننش، ولی خب من ردش میکنم. حالا شما خودتون بزنید، اگه پولی بود که خب میگم دیگه، یه سری مشخصه هاش برای اینکه کامل بشه خب پولیه دیگه، این به درد ما نمیخوره. من وایت هم میزنم. اینجا تازه وارد اپ شدیم. خب دوستای خوبم، اینجا تازه وارد اپ شدیم. اون بالا نوشته کلاس B یعنی برای ماشین های سواری و نوشته پروفونگ اپ 1/4/2022 یعنی امتحان از 1 آپریل 2022 که ما الان تو این تاریخ هستیم. میبینید همه چیز به روز رسانی شده است. بالای اون قرمز و زرد و سبز هستش، میبینید اون نوارهای قرمز زرد سبز. شما موقعی که سوالی رو اشتباه بزنید اون نوار قرمز هی بیشتر و بیشتر میشه، و اگر سوالی رو به اصطلاح 50-50 زده باشی نوار زرده بیشتر میشه، و اگر سوالات رو درست زده باشی نوار سبزه به اصطلاح همینجوری رشد میکنه. اون از اون بالاش و پایینش نوشته ترینینگ، که این برای تمرین کردن سوالات. الان من روش کلیک میکنم. ببینید اینجا ما از قسمت دومش که نوشته آل فراگن اون تمن، ما از این قسمت شروع میکنیم تدریسمون رو. الان روش کلیک میکنم. ببینید تو امتحان ما دو تا بخش داریم، یه بخش گرونشتوفه که بخش پایه هستش، و بخش سوزاتشتوف کلاس B که بخش تکمیلی هستش برای کلاس B. برای گواهینامه‌های مختلف بخش پایه همشون یکی هستش، و تنها بخشی که تغییر میکنه همون بخش تکمیلی هستش. مثلا اینجا زده کلاس B، برای کلاس D میزنه سوزاتشتوف کلاس D، مثلا برای کلاس های C مثلا میزنید سوزاتشتوف کلاس 3. گرونشتوف یا بخش پایه برای همشون یکی هستش، و همینجوری که میبینید وقتی رو گرونشتوف میزنم خودش به اصطلاح به زیر مجموعه های مختلفی تقسیم میشه. مثلا نوشته گفاغن لیغه و و و، که هر زیر مجموعه خودش باز بخش های کوچکتری تقسیم میشه که هر کدوم شامل به اصطلاح مثلا الان اولی نوشته گرونت فورمن دز فکیز فهالتنز، مثلا اینجا روش میزنید این پایین پایین میبینید نوشته 14 تا فراگن، یعنی 14 تا سوال این بخش داره، و وقتی ویلن رو من میزنم یعنی انتخاب کردم میریم تو بخش این 14 تا سوال رو میبینید، و این پایین نوشته اوبن یعنی تمرین کردن یا لیزن. لیزن یعنی به صورت همینجوری روزنامه‌وار خوندن. وقتی مثلا لیزن رو بزنید میبینید جواب ها هم توش هستش و به صورت روزنامه‌وار میتونید بخونید. ولی حالا من زبدر میزنم بیام بیرون، ولی مثلا وقتی ویلن رو بزنیم، وقتی میایم اینجا اوبن رو بزنیم یعنی تمرین کردن. شما اوبن رو بزنید دیگه جواب ها رو نمیبینید، و اینجا میتونید به راحتی به اصطلاح خودتون رو امتحان بکنید که ببینید مثلا این بخش گوند فورمن دس فکس ف هالتنز که 14 تا سوال داشت رو یاد گرفتید، یعنی یه جوری میتونید خودتون رو تست بکنید. میبینید اینجوری میتونید تست بکنید. مثلا فرض بفرمایید که اول دومی رو شما میزنید و اینجا نوشته آف لوزونگ. آف لوزونگ یعنی جواب رو من نشون بده. خب وقتی میزنید میبینید اونی که غلط زدین بغلش یه نوار قرمز میفته. میبینید قسمت B رو اشتباهی تیک زده بودین، قسمت C رو بعد تیک میزنید، یعنی اینجا آو C درست بود، و میبینید نوار قرمز بغلش میفته. پایینش هم شماره 1 قرمز شده. میبینید شما این امکان رو دارید بغل وایت هم میبینید یه ستاره زرد رنگه، میتونید این رو بزنید، ولی این فیچرش به اصطلاح پولی هستش. میبینید اینو بهش میگن شوق فراگن، یعنی سوالای سخت. اینجا به اصطلاح این ستاره رو اگر مثلا بزنید که فعال بشه، میگم بعد 5 یورو بدید مثل اینکه این اپ رو بخرید. دوستانی که اگه دوست دارن میتونن این اپ رو بخرن، ولی نیازی نیستش. ولی اینجوری میره، من بیام بیرون سقوک میره این قسمت. میبینید نوشته شوه پونکت اوبن، یعنی اون سوالایی که اونجا ستاره زدین که اشتباه زده بودیم میاد اینجا ذخیره میشه. می بغلش یه تیک سبز رنگ، یعنی چی؟ یعنی این فیچره، این مشخصه پولیه، بعد اپو بخرید تا این براتون باز بشه. دوستانی که احتیاج دارن میتونن این رو
به سلا فعالسازی بکنم. بعد پایینش باز نوشته فراگن زوخن، یعنی شما میتونید سریع مثلا اون سوالی که اشکال دارید رو اینجا سریع به سلا سرچ کنید و پیداش بکنید. این مشخصش هم به سلا پولی هستش. و اینجا سوالایی که نوشته لست فعل، سوال آخرین سوالی که غلط زدید اینجا میاد ذخیره میشه. میبینید ما الان اون سوالا غلط زدیم، اینجا زده یک. میبینید این مشخصش هم باز پولی هستش، اگر دوستانی که نیاز میبینن میتونن 5 یورو بدن اپو کامل بخرن. و پایینش نوشته مارکیت فراگن، همون به اصطلاح ستاره هست. سوالایی که به اصطلاح میدونید که میخواید دوباره برگردی سختتون رو دوباره مطالعه بکنید میتونید اونجا تیکش رو بزنید، اینجا ذخیره میشه. و میبینید الان یک زده، به خاطر اینکه اونجا ما ستارهش رو زده بودیم، میاد اینجا به اصطلاح میتونید به صورت اون سوالایی که اشتباه زدید رو دوباره مطالعه بکنید. این مشخصات همه پولی هستش. خب این قسمتی هستش که گفتم ما از الف فراگن و تمن ما تدریسمون رو شروع میکنیم. برمیگردم عقب، نوشته پروفونگ. پروفونگ این امتحان هستش، روش کلیک میکنم. همونجوری که میبینید نوشته موستابوگن. میبینید موستابوگن، بوگن همون به اصطلاح شبیه سازی امتحان هستش. تو امتحان ما 20 سوال از گرونشتوف یا پایه میگیریم، 10 تا سوال از سوزاتشتوف یا به اصطلاح بخش تکمیلی کلاس B میگیریم. اینجا شبیه سازی کرده، ببینید 66 تا بوگن رو، یعنی انگاری 66 بار شما رفتید امتحان دادید، این رو شبیه سازی کرده، نه این تو امتحان بیاد. یعنی یه امتحانی رو برای شما شبیه سازی کرده. تا 10 تاش همونجوری که میبینید باز هستش توی ورژن مفتیش. از 11 به بعد تا 66 رو باید به اصطلاح اپروک به طور کامل همون 5 یورویی که گفتم باید بخرید تا همه مشخصه هاش باز بشه. دوستانی که حالا میخوام بوگن هارم تمرین، میگم نیازی نیست، اون بخش اصلی همون الف فراگن اون تمن، یعنی همه سوالا و موضوعات اون بخش مهمه که ما از همون بخش، چون تمام سوالات اونجاست، از اون سوالا میان این بوگنا رو طراحی میکنن. مثلا بوگن یک رو من روش بزنم، ببین باز نمیشه لیزن، یعنی به صورت روزنوار، یعنی جواب هم هست، یا اوبن یعنی مثلا همون سوالا تمرین میکنه، یا پروفون. پروفون مثل خود امتحانه، مثلا میزنم روش پروفون، میبینید مثل خود امتحان. توی امتحان دقیقا توی آیپد همچین فضایی رو میگیرید که 20 تا سوال نیدید، نوشته گونشتوف، بغلش نوشته کلاس B روش میزنید، میبینید 10 تا سوال کلاس B. دقیقا تو امتحان به اصطلاح به همین صورت هستش که اونجا هم نوشته auswertung که اون قرمز رو بزنید امتحان تموم هستش. میبینید اینجا و عرضم به حضورتون که سوال 4 8 11 میبینید علامت پلی کشیده، اینا سوالای تصویری هستید. میبینید سوالای تصویری، تو سوالای تصویری می نوشته زیرش زیکنن داس ویدیو اینس گزام 5 مال انزی، میگه این ویدیو رو شما 5 بار میتونید نگاه بکنید. ببینید خوب دقت کنید، سوالای تصویری رو تا اونجایی که میشه دوباره نگاه بکنید، مثلا یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار نگاه بکنید، چون وقتی بزنید که بره سوال رو بهتون بده دیگه ویدیو رو نمیتونید نگاه بکنید، متوجه این؟ و مثلا الان اینجا ببین این سوال تصویری الان دیده شد، مثلا حالا من قطعش میکنم، میبینید اینجا اگر دوباره مثلا بالا نوشته ویدیو شتارتن، میبینید دوباره میتونید ویدیو رو 4 بار دیگه، میبینید 4 رو قرمز نه 4 بار دیگه میتونید نگاه بکنید. ولی اگر بزنم سور آف گاون شتلون، یعنی بره توی سوال، میبینید دیگه ویدیو رو نمیتونم نگاه کنم. بس دقت بکنید وقتی که مطمئن شدید برید توی سوال، تا 5 بار میتونید ویدیو رو نگاه بکنید. بعد اینجا باید تو ذهنتون باشه چه اتفاق افتاده و اینجا سوال رو پرسیده و تیک رو باید بزنید. و وقتی هم که امتحان تموم شد auswertung رو میزنید اینجا، مثلا توی امتحان هم دقیقا همینجوری listen، بعد به شما جواب رو میده. خب این از پروفونگ. برمیگردیم باز عقب، نوشته پروفونگ زیمولاسیون. پروفونگ زیمولاسیون با به اصطلاح ساعت هستش، با اون زمان به اصطلاح 30 دقیقه ای که یا حالا بعضی وقتا مثلا 10 دقیقه بهتون وقت اضافه میدم، مثلا 40 دقیقه اینجا طراحی شده که با زمان هستش، میتونید مثلا خودتون رو انگاری سر جلسه امتحان هست. این مشخصش هم میبینید تیک سبز زده، این پولیه.
و بازم let's فعلا یعنی آخرین اشتباهی که توی امتحان زدی اینجا ذخیره میشه که ما اون سوالا رو اشتباه زدیم اینجا ذخیره شده و markiert fragen باز همون سوالایی که به اصطلاح علامت گذاری کردن اینجا ذخیره میشه که اینا هم گفتیم پولی هستش. خب این قسمت پروفونگ و قسمت پایین نوشته statistic. اینجا همون سبز و زرد و قرمزی که گفتم اون بارایی که اینجا اول صفحه میبینی اون بالا اینجا بهتون آمار میده مثلا چند درصد سوالا درست زدی، چند درصد 50-50 بوده، چند درصد غلط زدین، اینجا آمار بهتون میده. آینشتلون یعنی دوباره تنظیمات دیگه، قسمت تنظیمات، همون تنظیماتی که اولش کردیم اینجا میتونید دوباره برگردید مثلا میبینی اینا رو میتونید برگردید دوباره مثلا اگه اشتباهی کرده باشید تو تنظیمات اینجا میتونید به راحتی اصلاح بکنید. و هیفه اون کنتاگ یعنی با این اپ اون کسایی که این اپو ساختن مثلا میتونید ارتباط بگیرید که به ما ربطی نداره. پایینش هم نوشته upgrade kaufen یعنی همین اپ رو خریدن، ببین روش بزنید. سه تا به اصطلاح ویژگی به شما میده که شما اون وسطیه فیورشن پرو، شما اگر میخواید دوستانی که میخوان بخرن اپ رو این وسطیه رو باید بخرن، 5.99 یورو، حالا تقریبا 6 یورو دیگه، 1 یورو گرون کردن، پارسال 5 یورو بود الان شده 6 یورو. شما دوستانی که میخوان اپو بخرن در نظر داشته باشن این وسطیه فیورشن پرو روش میزنید. اینجا میبینید من قبلا خریدم، وقتی روش زدم رفت تو اپ استورم یا فروشگاه اپ هم، میبینید الان زده اوپن یعنی میتونم برم اپو باز کنم. اینجا شما باید بخرید و اونجا به اصطلاح اون روش های پرداختی که به شما میده که من با فکر کنم اپل پی پرداخت کردم. خب برگردیم دوباره به اپ، همه توضیحات رو کامل دادم و گفتم دیگه ما توی این قسمت الف قاگنون تمن این سوالات هستش نه اون بوگنا، در نظر داشته باشید که سوالات اینا هستش. یه چیز در حدود 1180-1200 سوال هستش از این بخش ها، میبینید به هر بخشی به زیر مجموعه های مختلفی تقسیم شده. ما هم سوالات انیمیشنی داریم، هم سوالات تصویری داریم که بهتون نشون دادم، و هم سوالات علائم و تابلوها داریم، و هم سوالات عددی داریم، و سوالات 5 امتیازی. دوستان خوبم دقت بکنید، سوالات 5 امتیازی خیلی خیلی مهم هستش سر جلسه امتحان، چون قبلا هم گفتم 2 تا سوال 5 امتیازی اشتباه بزنید امتحان رو رد میشید. بس دقت بکنید سوالات 5 امتیازی بسیار 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 مهمه و من توی آموزش ها تاکید میکنم و اونا رو واقعا باید ملکه ذهنتون بکنید. خب این توضیحات بودش از ویدیوی بعدی، ما دیگه فقط آموزش ها رو دنبال خواهیم کرد. تا ویدیو بعد شما رو به دسته خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.